بیداد ناامنی غذایی در ایران. سال گذشته میلادی سازمان برنامه جهانی غذا، شاخه کمک غذایی سازمان ملل، در گزارش خود نوشته بود که حدود 828 میلیون نفر نمی‌دانند که وعده بعدی غذای خود را از کجا تهیه می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که 345 میلیون و 200 هزار نفر در ناامنی غذایی باشند. با شنیدن این آمار آنچه در وهله اول به ذهن خطور می کند کشورهای آفریقایی و بحران زده است. اما متاسفانه این روزها بنا به اظهارات مقامات بیکفایت رژیم، کشور ما نیز با همه ثروتها و منابع طبیعی که دارد، به خاطر سیاستهای غارتگرانه حکومت جزء کشورهایی است که در ناامنی غذایی یا همان فقر غذایی به سر می برند. روز 29 مرداد 1403، محمد اسماعیل مطلق، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رژیم، از وجود تهدیدهای جدی ناشی از ناامنی غذایی در 8 استان کشور خبر داد و تأکید کرد که ساکنان این استانها نیازمند توجه بیشتری هستند. این استانها شامل سیستان و بلوچستان، کوهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی هستند. بنا به نوشته خبرگزاری حکومتی رکنا، در استان خراسان جنوبی 53% از مردم، در استان سیستان و بلوچستان 70%، در استان خوزستان 58% و در استان کرمان مخصوصا جنوب این استان 74% از مردم تغذیه ناایمن دارند. ترجمه ساده صحبت‌های کارگزاران رژیم این است که بخش عظیمی از مردم ایران به مواد غذایی کافی و سالم برای خود و خانواده‌هایشان دسترسی ندارند. پدیده‌ای که از آن به عنوان ناامنی غذایی نام برده می‌شود. اما آیا واقعاً ناامنی غذایی فقط در همین 8 استان بیداد می‌کند؟ نگاهی گذرا به حداقل حقوق سال 1403 و حداقل سبد معیشتی خانواده‌ها نشان می‌دهد که ناامنی غذایی در ایران تحت حاکمیت آخوندها در کل ایران بیداد می‌کند و آینده کشور را به مخاطره انداخته است. بنا به نوشته رسانه حکومتی ایلنا، میزان مزدها در سال 1403 حتی 60% هزینه‌های سبد معیشت خانوار را پوشش نمی‌دهد. و این وضعیت نابسامان در حالی است که رتبه‌های دوم و سوم ذخایر گاز و نفت جهان در اختیار ایران است. آمریکا نشان می‌دهد این وضعیت اسفبار یک علت بیشتر ندارد. غارت و چپاول سران حکومت از یک طرف و سیاست‌های ضد ایرانی حکومت در خرج ثروت مردم ایران برای پروژه‌های ضد ملی بمب و موشک‌سازی و جنگ‌افروزی در منطقه از طرف دیگر.